حجت الاسلام یونس استاد سرایی معروف به میرزا کوچک خان جنگلی در 21 مهر 1259 در محله استاد سرای رشت متولد شد. جنبش جنگل در جریان جنگ جهانی اول در شمال ایران ایجاد شده بود، همزمان با اشغال بخش‌های شمالی ایران توسط نیروهای روس و در عرض مدت کوتاهی از یک سو تا آستارا و خلخال و از سوی دیگر تا دشت ترکمن گسترش یافت. حکومت شوروی در سال 1918 شروع به خارج کردن نیروهای روسیه از شمال ایران کرد، اما بخش قابل توجهی از سلاح‌های خود را در اختیار جنبش جنگلی‌ها در گیلان قرار داد. رهبری جنگلی‌ها را فردی به نام میرزا کوچک خان بر عهده داشت. او زاده رشت و نام اصلیش یونس بود. کوچک خان فرزند مالکی خرده پا بود که در حوزه علمی تهران تحصیل کرد و می‌خواست آخوند شود، اما با گرایش پان اسلامی به جنبش مشروطه پیوست و در اوایل جنگ جهانی اول در رشت سازمانی به نام اتحاد اسلام تأسیس کرد که هدف اصلی آن بیرون راندن نیروهای روسیه و بریتانیا از ایران بود. در سال 1297 جنبش جنگل حدود 3000 پارتیزان مسلح در اختیار داشت و تقریباً تمام گیلان را زیر نفوذ خود گرفته بود، از آنجا که میرزا کوچک خان اموال ثروتمندان را غارت می کرد و در اختیار فقرا می گذاشت. برخی ناظران خارجی به او لقب رابین هود سواحل کاسپیان داده بودند. میرزا کوچک خان قصد الحاق گیلان به شوروی را داشت، اما در نهایت توسط مردم گیلان و ارتش رضا شاه بزرگ به سزای اعمالش رسید. در واقع هر روز که می گذرد بیشتر متوجه می شویم شخصیت هایی که در کتاب های درسی پس از انقلاب 57 به عنوان قهرمان معرفی می شوند در واقع دشمن میهن و استقلال و یک پارچگی ایران بودند. امروزه در کشور ما یک تاریخ دروغین را به عنوان حقیقت محض به خورد کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی داده و از مزدوران و شخصیت‌های وطن فروش و تجزیه طلبی همچون میرزا کوچک خان جنگلی و یا شیخ فضل الله نوری قهرمانان میهن پرستی ساخته و در وصف رشادت‌ها و دلاوری‌های آنها مطالب دروغین بسیاری را منتشر می‌کنند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران نوشته ملک و شعرای بهار، کتاب دوم کتاب تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی، کتاب سوم غرب و شوروی در ایران نوشته جورج لنچافسکی و کتاب چهارم سردار جنگل نوشته ابراهیم فخرایی. همزمان با شروع جنگ جهانی اول ایران صحنه تاخت و تاز روسیه در شمال و انگلیس در جنوب شد. تقریباً تمام شمال ایران از آذربایجان تا گیلان و مازندران و گرگان و خراسان شمالی تحت نفوذ روسیه بود. ایرانی ها اجازه نداشتند بدون مشورت با روسیه و انگلیس آب بخورند. دوران جوانی میرزا همزمان با دوران شکلگیری نهضت مشروطیت در ایران بود. وی در واقعه مشروطیت به انقلابیون جبهه شمال پیوست و در فتح قزوین شرکت داشت. مدتی به دست روس‌ها به تبعید فرستاده شد و در سال 1293 به رشت بازگشت. میرزای جنگلی بعد از تجمیع قوا
به لوشان رفت و مبارزات خود را همزمان با جنگ جهانی اول از آنجا شروع کرد. در سال 1297 واحدهای نظامی بریتانیا در همراهی با نیروهای قزاق ایران با جنگلی‌ها به جنگ پرداختند و به دلیل برخورداری از تسلیحات بهتر ضربات سنگینی بر آنان وارد کردند و کوچک خان ناچار شد به جنگل‌های فومن عقب نشینی کند. او برای ترمیم قوای خود تصمیم گرفت از ارتش سرخ روسیه کمک بگیرد. در اوایل سال 1299 حدود 2000 تن از نیروهای ارتش سرخ تحت فرماندهی راسکالینکوف وارد شهر انزلی شدند و به کشتار مردم پرداختند. در پی این حادثه بریتانیا ناچار شد شتاب زده همه نیروهای خود را از گیلان خارج کند. در پی آن دیداری میان نماینده شوروی با میرزا کوچک خان و احسان الله خان در انزلی صورت گرفت و بلشویک ها به جنگلی ها قول پشتیبانی دادند. با حضور نیروهای ارتش سرخ و با تکیه بر همین پشتیبانی، میرزا کوچک خان در 13 خرداد 1299 برابر با 1920 میلادی با نیروهای خود از جنگل‌های گیلان خارج و وارد رشت شد و با اعلام جمهوری سوسیالیستی شوروی گیلان یک دولت موقت انقلابی تشکیل داد. کوچک خان در تلگرافی در تاریخ 15 ژوئن 1920 برای ولادیمیر لنین رهبر بلشویک ها فرستاد. از جمله نوشت: ما از همه سوسیالیست های اینترناسیونال سوم درخواست کمک می کنیم تا از یوغ بریتانیا و دولت ایران رها شویم. ما از خلق آزاد روسیه انتظار کمک هایی را داریم که برای تثبیت جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران ضروری هستند. ما اعتقاد راسخ داریم که همه جهان به زودی تحت رهبری اینترناسیونال سوم از یک نظام ایدئال برخوردار خواهند شد. این اوج جنبش جنگلی ها بود و در نتیجه عقب نشینی نیروهای بریتانیا و دولت مرکزی، نیروهای مسلح جنگلی توانستند در عرض مدت کوتاهی از یک سو تا منجیل و قزوین و از دیگر سو تا بابل و نوشهر پیشروی کنند. پس از اعلام جمهوری سوسیالیستی شوروی گیلان، خود میرزا هم به عنوان رئیس جمهور گیلان انتخاب می شود. کمی بعد میرزا به دنبال بلند پروازی های خودش تصمیم می گیرد با فتح تهران جمهوری سوسیالیستی گیلان را به جمهوری سوسیالیستی ایران تبدیل کند. طبیعتاً شوروی هم تمام قد از او حمایت می کرد. در 16 خرداد 1299 جنگلی ها بیانیه ای منتشر می کنند و رسماً اعلام وفاداری به شوروی و آرمان های براندازی قاجارها و تأسیس جمهوری سوسیالیستی ایران زیر نظر شوروی به ریاست میرزا کوچک خان را اعلام می کنند. ولی اتفاقی که افتاد این بود که در مسلک بلشویک ها مالکیت خصوصی معنایی نداشت و همه چیز تحت کنترل دولت بود و این باعث شد بسیاری از زمینداران گیلانی علیه سوسیالیسم اعلام انزجار کنند. میرزا هم متوجه شد که این ایدئولوژی در ایران جواب نمی دهد. با نفوذ روزافزون کمونیست ها در جنبش جنگل، میرزا کوچک خان متوجه شد که موقعیتش به خطر افتاده و به زودی مقامی تشریفاتی بیش نخواهد بود. بنابراین به تلاش افتاد از نفوذ کمونیست ها در میان جنگلی ها بکاهد. این مسئله اختلاف میان انقلابیون را دامن زد و به همین دلیل کوچک خان روابط خود را با کمونیست ها قطع و از کار کنارگیری کرد و با نیروهای وفادار به خود به جنگل بازگشت. او در بیانیه ای اعلام کرد که مادامی که کمونیست ها بساط حزبی و تبلیغاتی خود را از گیلان برنچینند و تبلیغات مسلکی خود را پایان ندهند،
به رشت باز نخواهد گشت. از سوم اسفند 1299 که با کودتای رضاخان در تهران قدرت به سید ضیاءالدین طباطبایی صدر اعظم جدید و رضاخان سردار سپه و فرمانده کل قوا منتقل شده بود، رضاخان در مسیر حذف تجزیه طلبها در گوشه و کنار ایران به گیلان هم می رود و نهضت جنگل را سرکوب می کند. احسان الله خان به شوروی فرار می کند و میرزا کوچک خان هم با تنها یارش که یک اتریشی به نام گاوک بود متواری می شود و در جریان یک برف و بوران شدید در کوههای تالش یخ می زند و می میرد. نهضت جنگل با مرگ میرزا به پایان رسید و ایده تجزیه شمال ایران خوشبختانه بی نتیجه ماند. احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطیت ایران می نویسد جنگلی ها مردان کوتاه بین و ساده ای بیش نبودند و راه و روش روشن برای خود نمی دانستند و کارشان نابسامان در آمده است. چطور می شود یک فرد هم مسلمان باشد هم کمونیست، هم مخالف حضور بیگانه باشد و هم دولت و کشور تشکیل بدهد و هم نامه ای بنویسد به رهبر کمونیست ها؟ برای من تحلیل این شخص با این توضیحات می تواند یک آدم نان به نرخ روزخور باشد. جنگلی ها به اسم نبرد با بیگانگان ابزار دست گروهی بیگانه شدند، زیرا برای دشمنی با انگلستان با دولت آلمان و قوای عثمانی اتحاد پیدا کردند و در میان خود سرکرده اتریشی داشتند و دولت‌های مذکور از خصومت اینان با روس و انگلیس سود می‌بردند و این موضوع را می‌رساند که مردانی کوتاه بین و ساده‌ای هستند و از دوراندیشی و شناخت سود و زیان کشور بی‌بهره‌اند. استاد ملک الشعرای بهار، شاعر و تاریخ نگار ایرانی، در کتاب تاریخ احزاب سیاسی خود میرزا کوچک خان و کلونل محمد تقی خان پسیان را متهم می کند به اینکه قصدشان تصرف ایران و ایجاد یک حکومت مرکزی صالح نبوده و صرفاً افرادی قدرت طلب و به دنبال منافع شخصی خود بودند. امروزه سیستم آموزشی کشور با تخریب چهره‌های میهن‌دوست و خدمتگزار ایرانی همچون رضا شاه بزرگ و همچنین انکار شکوه و درخشندگی فرهنگ و تمدن ایران پیش از اسلام و حذف نام کوروش و داریوش از کتاب‌های درسی یک تاریخ کاملاً دروغین و جعلی را به فرزندان ایران زمین آموزش می‌دهد. شوربختانه از آنجایی که مطالعه آزاد در فرهنگ امروز ایران جایگاهی ندارد و خرید و فروش کتاب‌هایی که در بردارنده حقایق می‌باشد ممنوع است، نسل‌های امروز ایران آنچه که در مدرسه آموزش دیده را حقیقت محض تلقی کرده و به خود اجازه شک کردن به آموزه‌های ایران ستیز را نمی‌دهند و در برابر هر پژوهش روشنگرانه‌ای جبهه گرفته و پرخاشگری می‌نمایند. اگر رضا شاه زاده نشده بود یا بر علیه هرج و مرج و نجات ایران برنخواسته بود، ایران به شکل فعلی وجود نداشت و اگر ایرانی وجود داشت اسمش پرشیا بود که به چند شهر اصفهان و کرمان و یزد و تهران خلاصه می شد. حتی همدان و کرمانشاه و زنجان هم توسط سیمیتقو و شیخ محمد خیابانی بلعیده می شد. هر جا که اثری از او در ایران می بینید و هرگاه نام خرمشهر و آبادان را می شنوید و یا هرگاه مهاباد را و تبریز را و خراسان و بوشهر و بندرعباس را و چابهار و سرخس را می بینید، مردی را به یاد آورید که از صفر شروع کرد و کشوری را از نابودی 100% نجات داد.